همکیشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نسخ، شالوم. امیدوارم شباتی که در پیش دارید شباتی پر از آسایش و آرامش خواهد بود و ماه آدارشنی، آدار دوم در سال کبیسه، هفته آینده در روزهای پنجشنبه و جمعه خواهد بود. ماه آدار، ماه معجزات، ماه در حقیقت رستگاری، ماهی است که خداوند تمام یهودیان دنیا رو از شر حمان خلاص کرد. امیدواریم دیگر حمانهای زمانه مثل همان حمان اولی نتوانند هیچ صدمه ای به ملتی که ملت یکتاپرست سرخ دوست بزنند. اهمیت یشیواهای بابل در تاریخ یهود بدون اغراق بزرگترین اثر فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است، نه تنها بر یهودیان بابل بلکه بر تمام جوامع یهودی که در سراسر دنیا پراکنده بودند. من قبلا راجع به دو دانشگاه بزرگ، دو اکادمی بزرگ، دو یشیوای بزرگ، یعنی سورا و پومبدیتا با شما صحبت کردم. در حقیقت سورا و پومبدیتا دو شهر بودند و یشیواهایی که در اون بود بعد از اینکه اعراب بر بابل مسلط شدند و بغداد مرکزیت یافت و پایتخت شد، این دو شیوا با همان اسم به این شهر منتقل شدند. ولی در وقتی که تلمود به اتمام رسید و خاتمه یافت، نه تنها این دو یشیوا بلکه یشیواهای کوچک و بزرگ هم در تمام بابل، در تمام یهودی نشین بابل که عرض کردم جمعیت بسیار زیادی داشت، بین دجب و فرات شهرهای زیادی داشتن، حتی شهرهایی که یهودی نشین بودن، یشیوا وجود داشت. و آنچه که مهمه بایستی بدانیم که یشیوای سورا و پومبدیتا 800 سال در طول تاریخ ما مرکز آموزش و مرکز اشاعه و پخش تورا بودند. این دو یشیوا نه تنها برای جماعت یهودی بابل بود، بلکه از تمام دنیای یهودی، از ایتالیا، اسپانیا، آفریقای شمالی که مثل تونس، مراکش، فز، اگر الان بعدن یهودی نشین میشن، بعد از یا کیروان، دانشجویان حتی از فرانسه، از ارس اسرائیل که مرکز آموزش بود یک موقعی. میبینیم در زمان گاونیم که در حقیقت بعد از اتمام دوره تلمود دوره گاونیم شروع میشه و این دوره تا وقتی که این یشیوه ها بسته میشه، متاسفانه دوره گاونیم هم به اتمام میرسه. این یشیوه ها در قرن 12 بعضی ها میگن بیشتر ادامه داشته. بنابراین میبینیم یک دوره طولانی است. شما در دنیا دانشگاه های پیدا نمی کنید، بعضی ها ممکنه به اسم دانشگاه، ولی نه به اون روز اثراتی که این دو یشیوه بر جوامع یهودی داشتن در تمام دنیا. گاونیم، اونهایی که در یشیوه های سور و پومبدیتا بودن، میبایستی بود جواب سوالات
تمام یهودیانی که پخش بودن، یعنی سوال میکردن، من میبایستی این سوال ها رو جواب بدم. شئلوت و تشووت معروفه، ریسپانسا. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله هلاخا بود. چگونه ما بایستی به عنوان یک فرد یهودی میسوه ها رو و زندگی مذهبی یهودی خود را بیاییم و اداره بکنیم، انجام بدهیم. به عنوان مثال، از یهودیانی که ساکن اسپانیا بودن، رب نترونای که در قرن هفتم بوده، آخرای قرن هفتم، و رب ابرام که در قرن نهم بوده، سوال میکنن از نترونایی، میپرسن ما چطور برخا بگیم برای هر چیز. و او راجع به این که چگونه یک یهودی با 300 تا برخا بگوید، برای که اون موقع کتاب شورخانه رخ نداشت، در قوانینی که الان قرن 15 هم این مجموع قوانین ساخته شد نبود، نوشته شد در حقیقت نبود، بر اساس همون تلمود. تلمود پایه تمام قوانین یهودی است و همه مردم عادی هم نمیتونستن خودشون تصمیم بگیرن که چی هست. بنابراین قوانین وظیفه‌شون این بود و خواستشون این بود که به مردم بگویند چگونه رفتار بکنید. رب نترونای این کارو میکنه و از رب ابرام گاون، یک نفر شمول نامی از شهر، یکی از شهرهایی که تازه برپا شده بود در اسپانیا، یهودی نشی بود، میپرسه ما سیدور که میخوایم تفیلا بخونیم چطور بکنیم، چطور بایستی رفتار بکنیم، صبح، ظهر، شب، شبات، موعد و روش خودش، روش هشانه، کیپور، چگونه بایستی بردیف و مرتب تفیلا بخونیم. و این باعث میشه که در سال 872 رب ابرام گاون شروع میکنه سیدور رو از ا تا زی، به قول معروف از الف تا تف، که صبح از خواب بیدار میشه چی میخونی چی نمیخونی، تمام این تفیله ها رو مینویسه و اون را سدر یعنی نظم، سیدور یعنی نظم، اسم سیدور یعنی نظم. این اولین سیدوری است که با میشناسیم که به صورت مردم تفیلا میخوندن 100%، لحش میخوندن، شما میخوندن، ولی بین لحش و شما، قبل از شما و بعد از لحش چه بایستی بخونن، چه کار بایستی بکنن. شاید سیدورهای مختلفی بوده ولی نه به این صورت، نه به صورت نظم و ترتیب. برای تمام سال رب ابرام این سیدور رو مینویسه و میفرسته به اسپانیا، از اسپانیا به فرانسه میره، به اروپا میره. یعنی تأثیراتش حتی در زمان گاون میویل، 200 سال پیش، میگه کسی که بایستی سیدور بخونه واسه حتما سیدور رب ابرام گاون رو ببینه. البته بعدا ببینید اونایی که بیان توصیف میکنن، هارمبام هست، ربیتخک الفاسی هست، اینها بیان اون ترتیب این سیدور رو میان توضیح میدن، اونا قبولش دارن. پس ببینیم گانیم نه تنها در این مورد، در تمام موارد زندگی یهودی اینا کسی بودن که جوابی ها رو مینوشتن. حالا توی یشیوه های بابل با یشیوه هایی که ما در طول 800 سال گذشته در اروپایش میشناسیم یا امروز در اسرائیل و در تمام جای دنیا فرق میکرد. امروز بچه ها میرن، جوان ها توی یشیوا، برای اینکه یاد بگیرن تلمود رو چگونه بخونن، چگونه بفهمن، چگونه جر و بحث بکنن. ولی یشیوا های بابل نه تنها این مسئله رو داشت، بلکه ادهی از علمای یهود میشستن راجع به هر هلاخا، راجع به هر مطلبی، هر مبحثی با هم بحث میکردن، تجزیه و تحلیل میکردن. اگر سوالاتی آمده بود از تمام دنیا، از مصر، از هر جای دنیا آمده بود، میشستن جوابی هایی که داده شده بود
دو دفعه بررسی میکردن که چیزی در اون اشتباه نباشه. یشیواها جنبه چی داشتن؟ جنبه دادگاه هم داشتن، دادگاهی که دعواهای مردم را میومدن، مسائل اجتماعی را میومدن حل و فصل میکردن. در یشیواها مثلا کسایی که همیشه بودن رؤسای کله ها بودن. کله را من براتون توضیح خواهم داد که کله چی بود، توجه داشته باشید. کله در حقیقت دانشگاه آزاد بود، دانشگاه آزاد بود. شما وقتی که میبینید در بابل یهودیان از لحاظ تمدن و فرهنگ تورا، نوشتن و خواندن، در چه قرنی؟ در قرن پنجم و ششم و هفتم و هشتم. اکثریت مردم، یعنی در قرن دوازدهم یک نفر به نام رابتخ رشنبرگ، این یه شهر بود تو آلمان، این میرفت مسافرت کرده بود تو تمام بابل رو دیده بود، یهودیان مختلف شهرهای مختلف رو دیده بود. مینویسه من در تمام بابل، اون موقع تذکر میده، میگه شهرهای بابل و ماد و پاراس، یعنی ایران که زیر سلطه اینا بود، میگه همه مردم تنخ یعنی تورا نویم که تو بوم را خوب میدونن، نوشتن عبری را میدونن، و اما نوشتن حروف عربی را نمیدونن. یعنی به عبارت دیگر شما میبینید اکثریت مردمی که در بابل ساکن بودن، این اکثریت خواندن و نوشتن را میدونستن. در همان زمان تو اروپا پادشاهان، شوالیه ها، اسیر زادگان اسم خودشون رو نمیتونستن امضا بکنن، و این حد بسیار، سطح بسیار بالای یک فرهنگه. در بابل یشیوه های خیلی کوچک بود، درست مثل شهر ابتدایی در تمام شهرهایی که یهودی نشین بودند، حتی دهاتاش. رابهای گاون میگه که رابهای گاون پسر راوشیریرا است. راوشیریرا تمام تاریخ گذشته خودش را که نزدیک بود قرن دهم نوشته، رابهای قرن یازدهم، میگه که ببین در تمام شهر بده دهاتهای ما کلاس هست، و با اونجا میگه گیرسایی که معلمینی در دهات، البته سطحش پایین تر از یشیوه های بزرگ بود، یشیوه های شهرها بود، در دهات گیرسایی که معلمین به بچه ها یاد میدن حتی خودشون زیاد وارد نیستن. گیرسا میدونه چه؟ لگروس یعنی تلمود، تلمود خوندن، بحث های تلمودی، یعنی توی دهات هم بچه ها بحث های تلمودی یاد میگرفتن. حالا معلمش زیاد وارد نبود، ولی با وجود این تلمود چنین توسعه‌ای داره در بابل. این بچه ها بعدا اونایی که با استعداد بودن میرفتن کجا؟ میومدن تو سورا و پومبدیتا. جالب اینجاست که بدونیم نه تنها از بابل، از تمام جوامع یهودی، حتی از فرانسه، از ایتالیا، از اسپانیا، دانش آموزانی که عاشق تورا بودن و میخواستن یاد بگیرن میومدن توی این یشیوه ها و مجهز می شدن به علم تورا، بر می گشتن به شهرهای خودشون و می شدن چی؟ می شدن کسانی که می تونستن مردم را رهبری بکنن، راهنمایی بکنن، و همیشه رابطه شون را با یشیوا، با مرکز خودشون حفظ می کردن. یک رسه فکر بکنید امروز دنیای متمدن ما، شما بخواید از این بره دنیا به اون بره دنیا بری، سوار هواپیما می شید 15 ساعت 18 ساعت می رسید، کمتر یا بیشتر. ولی از اسپانیا اومدن به عراق امروز، راه ها ناامر، معلوم نیست، با پا، با اسب و اولاق، باعث از خود گذشته باشند، اینها عشقی داشته باشند که بتونن این کار رو بکنن. بنابراین میبینیم که این یشیوه ها یک اثرات بسیار بزرگی در جوامع یهودی داشتن. و عجیب اینه که به شما بگویم تا امروز طرز
آموزش و طرز بحث هایی که در اون یشیوه ها بود هنوز توی یشیوه های امروز هم ادامه داره، یعنی ادامه نفوذ و اثرات معنوی این یشیوه ها هست. البته رابطه ای که این یشیوه ها با روش گالوتا داشتن همیشه یک رابطه زیاد خوبی نبود. روش گالوت یعنی رئیس جوامع یهودی در خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس، اینها جنبه سیاسی و اجتماعی داشت. البته از میگن از فرزندان نسبشون به داوید میرسید، مردم خیلی احترام اونها را داشتن. روشگله ها برای خودشون هم دادگاه داشتن، البته تمام فتواهای دادگاه اونها میباسی به وسیله رؤسای یشیوا پومبدیتا و سورا تایید بشه. بدون تایید اونها نمیتونستن خودشون مستقیما کاری بکنن، یعنی اونا یه هایر کورت بودن، یعنی دادگاه دادگستری بالا در سطح بالا بودن، اونا پایین تر بودن. ولی همیشه استحقاق وجود داشت بین دو قدرت. ولی جالب اینجاست، خیلی از محققین میگویند رؤسای یشیوه ها خیلی سلطه طلب بودن و چنین نیست ابدا. چرا؟ برای که روشگولا بعد از اینکه خلفا عوض شدن و تمام امپراتوری نمیدونم خلفا تیکت پاره میشد، اونها قدرت خودشون رو از دست میدادن، هیچ حکومتی نداشتن، هیچ کاری نمیتونستن بکنن حتی برای جامعه یهودی خودشون. ولی میبینیم فرض کنین تو اسپانیا یا تو ایتالیا خلفا که نبودن، اونا که مسلط نبودن در اونجا، ولی نفوذ و اثرات این یشیوه ها و رؤسای اون و جوابی هایی که میدادن در اونجا هم بود. هر وقت که مینوشتن به مردم، خیلی جالبه، در جوابی ها چیزی رو که تذکر میدادن خیلی قاطع بود، خیلی قاطع بود و مینوشتن کاخ هلاخا به این لزوز بیمینا، کاخ هلاخا به این لزوز بیمینا. یعنی میگفتن شما که هلاخا نمیدونید، ما در اثر تمام مطالعات خود به این نتیجه رسیم که راجع به فلان مطلب این قانونه که بایستی کاخ نبایستی از اون منحرف شد، راست یا چپ همین را بایستی انجام بدید. بنابراین میبینیم این یشیوه ها تأثیرات بسیار مهمی در زندگی فردی و اجتماعی تمام جوامع یهودی داشتند و با بسته شدن این یشیوه ها تمام دوران گاونیم تموم میشه و از گاونیم هزارها و بیشتر جوابیه باقی مونده. و جالب اینجاست وقتی که یک سوالی می اومد به بافل برای گاونیم در این یشیوه ها، وقتی جواب اون را که می نوشتن، بسیاری از این جوابیه ها از طریق مصر به هدف یا به شهرهایی که پرسیده بودن می رفت، از طریق مصر. وقتی که این جوابیه ها به مصر می اومد، اینها را کلمه به کلمه سوال و جواب را کپی می کردن، می نوشتن برای خودشون. سرنوشت این کپی ها چیست؟ خیلی جالبه. شما می دونید وقتی که سیدور، تورا یا هر چیزی که عبری بود یا هست، امروز هم هست، وقتی که به صورتی در میاد که قابل استفاده نیست یا کهنه میشن یا کلمات تورا میریزه، این رو چیکار میکنن؟ در قدیم تو هر کنیسایی یک گنیزه بود، گنیزه یعنی گنجینه، مثل اصلا فارسیه، کلام فارسیه، گنج. این رو در یک محلی توی یکی از کنیسه ها اینا رو میریختن، امروز میرن دفن میکنن، ولی قدیم نمیکردن این کار رو، توی گنیزه میذاشتن. نتیجه این شد که در شهر فستاد، یعنی قاهره قدیمی که چند تا کنیسه بوده، یکی دو تا کنیسه بودن،
به مرور زمان تمام این جوابی ها رو خب ازش استفاده نمی کردن، ریختنش توی این گنیزه ها، توی این انبار ها، مثل انبار فرض کنید، و سالها سال توی این انبار بودن و بعضی ها جلوش تیغه کشیده بودن، معلوم نبود که اصلا چی هست، تا اینکه در قرن گذشته، اوائل قرن گذشته، نه قرن نوزدهم، یک نفر یهودی روسی به نام فایرکوویچ، اگر اشتباه نکنم فایرکوویچ اسمش بود، این میدونست که یک مقدار نسخه های خطی هست یک جاهای تو کنیسه ها هست، میره تو فستاد میگرده، یک کنیسه قدیمی پیدا میکنه، میگرده تا اون تیغه رو پیدا میکنه، تیغه رو که خراب میکنه، میبینه او یک دنیا جوابیه اونجاست، سالهای سال تا به امروز این جوابیه ها رو میبینیم گرفتن و چاپ کردن، و اینها تشووت گاونیم، یعنی جوابهایی است که گاونها توی کجا؟ توی سورا پومدیتا جواب دادن برای مردم، و این خود نشون میده که چقدر این روابط بین یهودیان دنیا از لحاظ معنوی وجود داشته، روحانی. از طرف دیگه این جواب ها کاری میکنه که میگه تلمودی که بعدا از صورت نوشته بوده و چاپ میشه، کجاهاش ممکنه زیر چاپ یا کجاهاش ممکنه رونویسی اشتباه شده باشه، برای که حقیقت اونجاست، اونی که گاونیم، یعنی نزدیکترین بودن به متن تلمود. این هم یک نمونه دیگر از این فرهنگ با من، که وقتی که فرهنگ با فرهنگ مذهبی بوده تا 250 سال پیش، یعنی گاونیم باعث شدن که تمام یهودیان دنیا به طرف تلمود، و بعد آنچه که از تلمود برمیاد و اون هلاخاست که ما میبینیم با امید خداوند توضیح خواهم داد که چگونه بر اساس تلمود مجموع قوانین ها به وجود بیان، تا زمان چی؟ تا زمان رب یوسف بارو، که همه اینها رو، تمام این افکار رو، تمام این بحث ها رو تبدیل میکنه به چی؟ شورخانه رو، یعنی میز آماده، که هر یهودی این کتاب رو باز بکنه میدونه وقتی از وقتی که دنیا میاد تا 120 سالگی از دنیا میره، در طول سال، در طول روز چگونه رفتار بکنه. تا اینجا شبات شالوم، شبات پر از آسایش و آرامش.